الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون آرزوی خوشبختی و سلامتی و تندرستی میکنم و برای تمام کسانی که در مصیبت‌های گرفتارن طلب عافیت و صبر و رفع سختی و مشقتی که درش هستند برای تمام کسانی که بر اثر زلزله های اخیر فوت کرده اند طلب رحمت و برای خانواده هاشون عزیزاشون و برای تمام مسلمانان از خداوند صبر بردباری و پشتیبانی و حمایت و خلاصه تقویت برادرانشون و انجام و وظیفه عبادت رو از خداوند برای همگی اونها میخواهم و اما یک لحظه این ظاهرم مشکلی پیدا کرد صندلی به هر حال اما برنامه امروز رو چون با کمی تأخیر شروع میکنیم مستقیما میرم سراغ سوالای شما عزیزان. سوال بیننده عزیزی سوالی رو مطرح کردن به عنوان اینکه اسباب قسوت قلب چی هست؟ چرا بعضی وقتا انسان دچار قسوت قلب میشود و از هیچ حادثه اون رو متاثر نمی کند؟ این همه فیلم و عکس میبینیم از زنان و بچه ها و کودکانی که زیر آروارها مونده اند و هر روز شاهد کشته شدن و شاهد بلا و مصیبتی هستیم، اما از دیدن این منظره ها نه اشکی به چشممون روان میشود و نه ناراحت و اندوهگین میشویم زیاد، گویی اینکه از ما خیلی دور است. اما بحث قسوت قلب یک بحث مهمی است که باید حتما به اون انسان فکر کنه و توجه داشته باشه که چه چیزی باعث قسوت قلب می شود. قسوت قلب یعنی سخت دلی، یعنی انسان عبرت نگیرد از اون اتفاقات غمگینی که میفتد، دلش به حال گناهانی که داره روزانه مرتکب میشود دلش نگیرد و طلب استغفار نکند و اندوهگین نباشد برای این همه گناه و معصیت. وقتی که فقیری، مستمندی، نیازمندی و بلازده ای رو میبیند شروع میکند به شماتت به جای اینکه اندوهگین باشد و دست رحمت و مودت و برادری رو به سوی اونها دراز کنه و اونها رو حمایت کنه. و لذا این قسوت قلب هست و یکی از اسباب قسوت قلب هم یک غفلت هست. انسان چنان در غفلت به سر میبرد که دیگه فکر نمی کنه که ایام چگونه میگذره، بلاها چگونه میاد، یادش میره که اونم میتونه در معرض چنین وضعیتی باشه، یادش میره، حواسش دیگه نیست به این که همون بلایی که بر سر دیگران اومده از تو هم دور نیست، زیرا در غفلت و بیخبری تمام به سر میبره، چنان غرق هست در ملذات و شهوات و یا غرور به متاع دنیا یا غرور به سلامتی و تندرستی که خودش داره یا غرور به امنیت و آرامشی که خودش داره، فکر میکنه که اون کشورها و اون جاهایی که دوچار چنین بلاهایی شده اند اصلا از اینها دوره و قرار نیست چنین چیزی بشه. اگر نگاه کنیم به سیر تحول مجتمعات بشری خواهیم دید که چه مجتمعاتی که از غنا به فقر و فلاکت رسیدند، از امنیت به ناامنی و بلا و جنگ دچار شده اند
و کشورهای زیادی که مصدر خیر و رزق و فراوانی و روزی بودند تبدیل شدند به کشورهای فقیر و ندار و بلازده‌ای که دست گدایی رو به سوی دیگران دراز میکنند. حالا تعبیر بنده رو ببخشید، گدایی میکنند، ولی میگم ولی دست طلب دراز کردن همون معنا رو دارد. باید انسان هوشیار باشد و ببیند اونی که بر سر دیگران میاد عبرتی برای ما باشد. لذا خداوند در قرآن کریم وقتی که بحث ملت ها و اقوام گذشته رو برای ما میکند میفرماید این لفی قصصهم عبره، در داستان اینها عبرته، عبرت بگیرید از اینکه چه بر ملت های دیگه گذشت. قرار نیست که ملت های گذشته حتما مرتبط به 2000 سال پیش باشه. همین نزدیکی ها کشورهای زیادی بوده اند که در امنیت و در فراوانی رزق و روزی و ضرب المثل بودند، اما امروز دچار جنگ و اختلاف داخلی و فقر و گرانی و بدبختی و ناامنی هستند. و کشورهای دیگری، سرزمین های دیگری که دچار نداری و فقر بودند تبدیل شدند به کشورهایی که ذخایر مالیشون هزاران میلیارد هست. امرار و آبادانی و امنیت و رفاهیت برخوردارن و این سرانجام این تکرار خواهد شد. هر کسی عبرت نگیرد از اون و در غفلت به سر ببرد و غرق در شهوات، گوی اینکه ابن از جد براشون اومده، گوی اینکه یک وثیقه و یک پیمانی براشون اومده از طرف خدا هم که بگه شماها دیگه هیچ وقت دچار بلا نخواهید شد. چنین چیزی مستحیل و وجود نداره، بلکه این سنت ربانی در جهان هست که حتما انسان باید عبرت بگیرد از فراز و فرودهایی که در جوامع مختلف میبینه. پس اولین سبب از غفلت و قسوت دل و دل سختی این هست که انسان در غفلت به سر بره، دومن غرق در گناهان و تکرار گناه و هیچ وقت متذکر نشدن. گناه میکنه پشت سر هم غرق در گناه و هیچ وقت هم توبه نمیکنه. از این گناه بلند میشه به گناه دیگه ای، از اون گناه بلند میشه به گناه دیگه ای و همچنان مقیم در گناه هست. این هم یکی دیگه از اسباب این هست. مسئله دیگه پیمان شکنی. خداوند در قرآن کریم میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. این رو در مورد یهود میگه، ولی در مورد هر خداوند داستان که نمیگه، به این میگه که قاعده کلیه هر کسی نقض پیمان کند، پیمان شکن باشد، خداوند اون رو به قسوت قلب دچار خواهد کرد. یکی از آثارش قسوت قلبه. حالا این نقض شکنی و پیمان شکنی در بین افراد باشه، در بین زن و شوهر باشه، در بین جوامع باشه، در بین کشورها باشه، بین ملت و فرمان روایانشون باشه، وقتی که کسی میآید پیمان میدهد به مردم این کارا رو برای شما میکنم و 40 سال حکومت میکنه، اما روز به روز به تمام اون وعده هایی که داده خلف وعد میکنه و همه رو کنار میذاره، نتیجهش بلایی خواهد بود، بلایی است که امروز همه ملت ایران دیگه صداشون بلند شده و این رو میفهمن. قسوت قلب از اینجا میاد که عبرت نمیگیرن از دیگران. همه دیکتاتورها رو میبینن که سرنگون میشه اما عبرت نمیگیرن. باید هم خودشون دوچار بشن به اون. ولی یکی از آثار قسوت، یکی از نتایجی که یا آثاری که از پیمان شکنی به جا میماند قسوت قلبه. اون کسی که پیمانهای تجاری و عهد و پیمانها و همه رو زیر پا میذاره دوچار این بیماری قسوت قلب خواهد شد. و در قرآن کریم باز یکی دیگه از اسباب قسوت قلب رو بخل نام میبره. بخیلو بما آتاهم الله. بخل، بخل میورزن به اون چیزی که خدا بهشون داده، بخیلی میکنند که صدقه بدهند، بخیلی میکنند زکات بدهند، بخیلی میکنند از این که دست دیگران رو بگیرند و بلکه اموال رو کنز میکنند. بخل، بخل از اسباب قسوت قلبه. و همچنین دوری کردن از همنشینی و دیدن فقرا
باز هم از اسباب قسوت قلبه، مخصوصا بی سرپرستان و ایتام. اون کسی که میخواد دلش نرم و در آرامش باشه این قلب، حتما هم نشین بشه با فقرا، حتما بره با اونها بشینه، سر بهشون بزنه، به کسانی که اهل بلان با اونها دیدار کنه. و یکی شکایت کرد نزد رسول الله از قسوت قلبش، پیامبر فرمود امسح علی رأس الیتیم، در سر یتیم دست بکش. دست کشیدن منظور این نیست که فقط بری دست بکشی رو سرش، یعنی نوازش کردن اون، یعنی مهربانی کردن با اونها، یعنی زدودن غم و اندوه از دل ایتام، یعنی کفالت کردن اونها، یعنی حمایت کردن قشر ضعیف جامعه. اگر اغنیا به فکر قشر فقرا نباشند، حتما دچار قسوت قلب خواهند شد. و راه نجات یافتن از قسوت قلب این هست که توجه و عنایت کنند به فقرا و نیازمندان و قشر ضعیف جامعه که اولشون ایتام هست، ارامل و زنان بی سرپرست هست، خانواده های ضعیف و ندار هست، و تا برسه به هر قشر، هر بخش دیگری از جامعه که در ضعفی به سر میبرند، ضعف مالی، ضعف اجتماعی، ضعف علمی و هر نوعی از انواع ضعفی که شما میدونید. اینها بخشی از مسائلی بود که در خصوص امور قسوت قلب هست. ولی گناه و مرتکب شدن و تفریط در انجام عبادات و افراط در غرق شدن در گناهان از با شایع ترین اسباب قسوت قلبه. اون کسی که یعنی مرتب گناه، مخصوصا امروز که اسباب گناه بسیار فراهم تر است، میبینی که کسانی که بر گناهان صغیره‌ای اما مرتب اصرار میکنن، دیدن فیلم مبتذل، بهش گرفتار شده صد بارم، خودش میدونه غلطه ولی باز ادامه میده، به قول یکی قسم میخوره، طلاق میده، قسم به طلاق میکنه که از این ببره، اما همچنان ادامه میده. خب قسوت قلب پیدا میکنه انسان وقتی که غرق در گناه و ادامه میده به گناه و معصیتش. و لذا خداوند در قرآن کریم آیات متعدد زیادی رو در این باب فرستاده است، و لذا به این اندازم بنده اکتفا میکنم. میرم سراغ سوال های دیگری از شما عزیزان که نوبت به همه برسه. ببینید یک سوال بیننده عزیزی فرستاده است که حدیثی رو آورده، گرچه من این رو جواب دادم در واتساپ خصوصی اونها، این رو هم جواب دادم ولی باز هم فرستاده. میگه عن قیس قال سمعت عبدالله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. میگه آیا این نکاح متعه به کدام دلیل تحریم شده است؟ بعد حدیث جابر رو میاره و باز هم در همون موضوع هست، هستی حدیث جابر که میگه ما متعه میکردیم به خرما و به آرد و به این چیزا در زمان پیامبر و در زمان ابوبکر، عمر این رو نهی کرد. اما اولا نهی از نکاح متعه نه در یک روایت بلکه در تعداد زیادی از روایات در صحیح بخاری و مسلم و بقیه سنن اومده و از تعداد جمع زیادی از صحابه نقل شده است که پیامبر علیه السلام در روز خیبر، در روایتی هم در روز فتح مکه، دو تا روایت هست، یکی فتح مکه رو میگه، یکی دیگه خیبر رو میگه. لذا برخی از اهل علم گفتن که بار اول تحریم شد، پیامبر اون رو تحریم کرد در خیبر، یعنی تا جنگ خیبر
آزاد بود، مردم این کارو میکردن، ولی پیامبر علیه السلام در جنگ خیبر همونطوری که از علی ابن ابی طالب روایت شده، علی از پیامبر روایت میکنه که میگه نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم عن المتعه و عن اكل لحوم الحمر الاهلیه. میگه پیامبر ما رو نهی کرد، باز داشت از نکاح متعه، یعنی صیغه یا همونی که بهش میگن موقت، و از خوردن گوشت الاغ. میگه از این دوتا ما رو نهی کرد. در فتح خیبر این اتفاق افتاد و بار دوم در فتح مکه اتفاق افتاد. اما اینکه یک صحابی، ببینید یک صحابی یا دو صحابی یا سه صحابی یه حدیث رو نشنیدن، حدیث رو نشنیدن، حالا ابن مسعود نشنیده یا عبدالله ابن جابر نشنیده، و میاد میگه ما این کار رو میکردیم، اون داره از حافظه خودش داره این حرف رو میزنه. بله در زمان پیامبر بوده، ولی پیامبر در فتح خیبر معنی کرده، قبل از فتح خیبر این کار رو میکردن. در بعضی از غزوه ها اینطوری بوده، پیامبر بهشون اجازه داده ولی بعدن اون رو تحریم کرده، اون رو حرام دونسته، نهی کرده از انجامش. و لذا در اصطلاح فقهی داریم اونی که حدیث رو حفظ کرده حجت است بر اونی که حفظ نکرده. ببینید شما دو تا گزینه داری. یک گزینه این که جمع اکثریت صحابه یک حدیثی رو حفظن، از صلوات و سلام یه حکمی رو از ایشون حفظن، در این میان دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، هر تعداد، اما اقلیتا اونا حفظ نیستن، اونا قبل از اون حادثه رو حفظن. خب همه اینو میدونن، همه میدونن وقتی گفته میشه در فتح خیبر، یعنی قبل فتح خیبر همه میدونن که حرام نبوده، ولی بعد فتح خیبر حرام شده و روایتش هم بسیار قوی تر از روایاتی است که ابن مسعود یا عبدالله ابن جابر، جابر ابن عبدالله روایت میکنه. لذا این قاعده هست، اونی که حفظ کرده حجت بر کسی است که حفظ نکرده، نه اونی که حفظ نکرده بیاد حجت بشه بر اونی که حفظ کرده. این آقا حفظ نکرده، حدیث و یادش نیست اصلا، یا حضور نداشته در اون وقت که پیامبر نهی کرده، یا فراموش کرده. نمیتونه کسی که چیزی رو نمیدونه حجت باشه بر کسی که میگه من میدونم، و اونم تعداد فراوانی از صحابه میدونن که پیامبر علیه السلام این رو نهی کرده و تاریخش رو میدونن، وقتش رو میدونن، مناسبتش رو میدونن، و اونا حجتن بر اینهایی که حفظ نکردند. لذا اینی که عبدالله ابن جابر میگه و اینی هم که عبدالله ابن مسعود میگه، یا دارن حکایت زمان قبل از تحریم رو میکنن، یا اینکه حفظ نکردن، یا اینکه فراموش کردن. زیرا نمیشه ما اون رأی قوی تر رو کنار بذاریم به خاطر اینکه دو نفر یا سه نفر از صحابه یک رأی ضعیف تری دارن یا یک چیزی رو دارن از گذشتهش نقل میکنن. پس نکاح متعه یا همون موقت باطل هست، حرام است، به نص احادیث رسول الله علیه السلام که به تعداد زیادی از صحابه نقل شده. اما حضرت عمر چکار کرده؟ حضرت عمر یک کسی رو، عمرو بن حریث، خواست متعه کنه. حادثش اینه، وقتی که ایشون میگه عمر رضی الله عنه ما رو نهی کرد، نه خیر اینطوری نیست، در یک حادثه هست، در روایات دیگر این رو میاره، یک حادثه، عمرو بن حریث میخواسته که نکاح متعه بکنه و حضرت عمر جلوشو میگیره، میگه این حرامه، تو اگه بخوای این کارو بکنی حد زنا بهت زده میشه، اون حکمش تمام شده. اون عمرو بن حریث نمیدونسته که حرامه و حضرت عمر داره بیان حکم اون رو میکنه که پیامبر علیه السلام اون رو نهی کرده و بقیه صحابه هم در زمان حضرت عمر، اون همه صحابه ای که وجود داشتن، حضرت علی بوده، حضرت طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان و همه بزرگان صحابه حضور داشتند. اگر حضرت عمر یک اجتهاد شخصی بود میگفتن چرا این کارو کردی، در حالی که راوی این حدیث که پیامبر حرام کرده یکی از روات معروفش حضرت علیه. پس بنابراین نمیشه گفت که مادامی که دو تا روایت دارید از دو تا صحابه دیگه
حتما اینطوری. شما باید برای اینکه جمع بین دو تا روایت بکنید، دو تا روایت وجود دارن، هر دو صحیح، ولی یکی قوی تر از دیگری، یکی مثبت، یکی نافیه. اینی که اثبات میکنه مقدم تر است بر اونیه که، یا اونی که نافیه مقدم تره، چون یک حدیث رو داره از اساس بیان میکنه که اثبات یک حکم رو میکنه، مثبت ثبت میکنه که این حکم یعنی نکاح متعه حرامه. اونی که داره میگه نفی میکنه، میگه نه حرام نیست، اونی که مثبت مقدمه بر اونه. اما بیننده عزیزی میگن توی کانال وصال روزهای ماهای قمری رو پیگیری میکنم، برای دیروز نوشته 28 رجب، برای امروز نوشته 1 شعبان. چرا رجب 28 روز بوده در حالی که ماهای قمری 28 روز و 31 روز نمیشه؟ یعنی تاریخ ماه این، ببینید ماهای قمری اساس بر این هست که 29 روز و 30 روز هست، 29 روز و 30 روز هست، این اساس است. نادر پیش میاد که 28 روز باشه، 29 30 هست. اگر اینکه به شما چنین، من نمیدونم حالا در وصال حق چطوری این رو گذاشتن یا چطوری بوده، من پیگیر هم نشدم که ببینم ماه رجب امسال چند روز بوده، لذا این رو به تقویم ها نگاه کنید ببینید به تقویم چی. اگر تقویم ها صحیح بودن و اگر اونی که در سایت های معتبری مثل سایت رابطه عالم اسلامی و اینها گفته باشند، هر چی گفته باشند، اونا دقیق تر از این مسائل میدونن و اشتباه میتونه از خود کانال وصال یا هر کانال دیگه ای باشه. البته من تایید نمی کنم که اشتباه هست، بلکه اونها برگردید. میگه چی نوع نمازها و دعا به خاطر میت فرض و یا هم سنت است؟ میخواستم بفهمم، چون مادر جانم یک ماه پیش دار فانی را وداع کرد، خیلی برایم عزیز بود، میخواهم همه تلاشم را کنم که تا اونجا در خانه ابدیش خوشنود باشد. اما در خصوص برای ما، ببینید اون چیزی که واجب هست بر ما نسبت به امواتمون، قبلا هم عرض کردم، در زمانی که فوت میکنن اینه که اولا غسل دادن اونها هست، کفن کردنشون هست، نماز خوندنشون هست، تشییع جنازه شون هست، دفن کردنشون هست، اینا فرض کفایی هست بر همه، وقتی گروهی انجام دادن از بقیه ساقط میشود. سپس دعا کردن برای اموات اون هست، بر خویشاوندانشون، بر فرزندانشون، بر نوه‌هاشون، اینا برشون هست که براشون دعا کنن. از جمله صله رحم این هست که برای امواتتون دعا کنید. اگه میتونید صدقه بدید، ولی نمیتونید به جای امواتتون نماز بخونید یا روزه بگیرید یا حج بکنید. حج میتونید، اونم حج بدل، اگه خودتون حج کرده باشید حج میتونید. در روایت هم اومده روزه نذر هم اگر روزه نذر کرده باشن، روزه بگیرن، نگرفته باشن، میتونید براشون اون روزه ها رو بگیرن فرزندانش، نه اینکه روزه بخرید براشون. بعضیا فکر میکنن که میتونن برای امواتشون نماز بخرن، روزه بخرن، یعنی پول بدن کسی برای اونها روزه بگیره، پول بدن کسی نماز بخونه. نه، چنین چیزی باطل از اساس. اما در مورد نماز، هیچ کسی نمیتونه به جای دیگری نماز بخونه. خداوند در قرآن کریم فرمود و الیس للانسان الا ما سعى، و قبلش فرمود و الا تزر وازره وزر اخرى، یعنی همونطوری که گناه کسی رو برگردن دیگری قرار نمیدهند، ثواب اعمال کسی هم برای کسی دیگری نوشته نمیشه. عرض کردم دعا کردن بهترینه، صدقه دادن چون خیرش به دیگران میرسه بهترینه بعد از دعا. و اما در مورد روزه عرض کردم، هم اختلاف نظر هست، هم تنها در مورد روزه نذر روایتی وجود داره که جایزه، اما در مورد بقیه اعمال، اعمال دیگری نیست برای امواتتون انجام بدید بجز صدقه و دعا برای امواتتون. براشون دعا کنید، بهترین کار رو میکنید. سپس از جمله صله رحم این هست که به اضافه دعا و صدقه، چه کارهای خوبی رو دوست داشتند و آرزو میکردند در دنیا انجام بدن و موفق نشدن، شما اونها رو انجام بدید، اون آرزوهای خوبی که داشتن رو انجام بدید. این از جمله صله رحم هست. و حق واجب دیگری که برگردن بازماندگان هست،
اجرای وصیتش هست. وصیتی که میت میکند، اگه وصیت مالی هست، در مورد یک سوم از اموالش وصیتش رو باید اجرا کنید. یعنی اگر مادر بزرگ شما وصیت کرده که صدقه بدید یا مسجد درست کنید، فقط در یک سوم از اموالی که از ایشون باقی مانده است رو میتونید در وصیتش اجرا کنید. و وصیت کسی که فوت میکنه برای وارثین اجرا نخواهد شد. الا لا وصیت لوارث، برای وارث وصیتی نیست. وصیتش در مورد دیگران اجرا خواهد شد، اونم در یک سوم از اموالشون. موضوع دوم، یا شاید قبل از وصیت، پرداختن قرضایی که برگردن ایشون هست. قبل از اینکه ارث رو تقسیم کنید، باید حتما قرضایی که برگردن ایشونه آن رو پرداخت کنید. اگر به کسی بدی کردن، براشون حلالیت بطلبید و ارث و میراث رو هم طبق شرع تقسیم کنید. این کارهایی است که شما میتونید بکنید برای امواتتون. بیشتر از هر چیزی صدقه و دعای خیر کنید. اما سؤال بیننده عزیز دیگری، صدای این بیننده عزیز ضعیف، من نمیدونم سوالشون چیه، چون خیلی صدا ضعیف است. و لذا اگر سوالتون رو تکرار کنید و بار دیگه بفرستید کمی با صدای بلندتر، ممنون میشم. بله، این بیننده عزیز دیگری، السلام علیکم و رحمت الله. استاد گرامی بخیر و سلامت. جناب استاد ببخشید، همین یک سوال داشتین درباره رنگ کردن ریش به رنگ سیاه، همین یک برای ما توضیح بدیم خیلی خوشحال میشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. السلام علیکم و رحمت. اما رنگ کردن مو، ابتدا بدونید که رنگ کردن مو، پیامبر به رنگ کردن مو توصیه کرده اند. یعنی رنگ کردنمون نه تنها ممنوع نیست، بلکه امر ممدوح و پسندیده ای هست. پیامبر به این توصیه کردن، دستور دادن که مواتون رو رنگ کنید. اسبغو فرمود، رنگ کنید مواتون رو. اما در مورد رنگ، حالا هم برای مرد هست هم برای زن، فرقی نمی کنه. زن و مرد توصیه شده که مواشون رو رنگ کنن، ولی نه واجبه، نه امر به معنی واجب، بلکه امری است به معنی مستحب و سنت. سنت از این جهت پیامبر دستور بهش داده، ولی پیامبر علیه الصلاه و السلام موهاشون رنگ نکردن، چون نیازی نبوده. وقتی پیامبر فوت کردن و رحلت کردن از این دنیا، تعداد بسیار کمی موی سفید در ریش مبارکشون بود که میشد، همونطوری که در روایت اومده، میشد اون رو بشماری تعدادش رو بدون. و اما در مورد رنگ سیاه، برخی از اهل علم میگن رنگ سیاه جایز نیست، و دلیلشون برای این موضوع دو تا دلیل هست. یکی دلیلشون این هست که حدیثی که درباره رنگ کردن موهای پدر حضرت ابوبکر هست، وقتی که مکه فتح شد، پدر حضرت ابوبکر رو آوردن، پدر ایشون نابینا بود، آوردن خدمت رسول الله علیه الصلاه و السلام. پیامبر فرمود چرا ایشون رو اذیت کردید؟ من می اومدم به نزد ایشون، و حضرت ابوبکر گفت که بلکه اولاتر است که ایشون بیاد خدمت شما. و پیامبر سپس فرمود که پدر حضرت ابوبکر مواش سفید شده بود، کامل سفید بود، گفت که ایشون رو ببرید، مواش رو رنگ کنید و سیاه نکنید. و روایت دومی که هست میفرماید که یکی از نشانه های، یعنی میفرماید که در آخر زمان اقوامی میان که
موهاشون رو رنگ کردن مانند حواصل تیر. حواصل تیر یعنی پرنده هایی که این دوروبر گردنشون سیاهه، این مثل این سیاهی سیاه کردند. و این دوتا رو دلیل کردند که رنگ سیاه جایز نیست. ولی جمع دیگری از اهل علم از میان صحابه و تابعین و بزرگان این رو ازش برداشت حرام بودن نکردند. لذا برخی از صحابه رنگ میکردند، از جمله حضرت عثمان رنگ میکرده، حضرت ابوبکر رنگ سیاه میکرده و جمع زیادی بودن. حتی در روایت اومده که حضرت عمر هم رنگ سیاه کرده. دلیل نمیتونه، اینقدر صریح نیست این روایات که بگه رنگ سیاه نکنید. در مورد جریان حضرت پدر حضرت ابوبکر خاص ایشونه، میگه ایشون رو ببرید ولی سیاه نکنید. نفرموده که مردم سیاه نکنید، در جایی فرموده اسبغو رنگ کنید، در اونجا نفرموده رنگ سیاه نکنید، فرموده رنگ کنید. اما در مورد خاص حضرت پدر حضرت ابوبکر گفت که رنگ سیاه نکنید. برخی از اهل علم هم این بخش از روایت رو تضعیف کردن، کما اینکه در مورد اون حدیثی که در مورد اینکه در آخر زمان میان اقوامی که موهاشون رو سیاه میکنند، اونم شناعتی درش نیست، بلکه نشانه ای از نشانه های اون زمانه. پیامبر نگفته که چیز بدیه، گفته کسانی اصلا اینطوری میکنند. و اما اینکه رنگ سیاه جایزه، هم از افعال صحابه میشه این رو برداشت کرد، هم از عمومیات احادیثی که وارد شده میشه این رو برداشت کرد. و استثنایی برای رنگ سیاه قائل نشده بجز این دو حدیث که عرض کردم. لذا رنگ سیاه هم جایز هست، هم برای زنان هم برای مردان، به شرطی که عرض میکنم، به شرطی که درش فریب دیگران نباشه. زن و مردی که موهاشون سفید شده، وقتی که میخوان برن خواستگاری مثلا موهاشون رو رنگ کنن که دیگری فریب خود بگه ها ایشون جوانه، این فرقی هم در رنگ سیاه نداره. هر رنگی که سبب بشه دیگری رو فریب بدی و با این کارت صاحب یک چیزی بشی، حالا در ازدواج همسر میگیری، طرف فریب ظاهرت رو میخوره، فکر میکنه که چند سال جوانتری، یا اینکه فریب کار، شما میخوای کار بگیری، کار بهت بدن، میخوای دیگران فکر کنن که جوانی، ظاهرت رو ببینن که موات مثلا رنگ شده، موی سفیدی روی صورتت یا سرت نیست، و در حالی که به دنبال یک کارگر جوان میگردن، تو فریبشون میدی به این ظاهر و میخوای بری اون کار رو بگیری. و لذا هر چیز، هر جایی، هر کاری سبب فریب و غش دیگران بشود جایز نیست. پیامبر فرمود من غشنا فلیس منا. اما در مورد روایات دیگری اومده که پیامبر دستور داده به رنگ سیاه، در میدان معرکه و جنگ فرمود رنگ سیاه بکنید، بهترین رنگ اینه که برای ترساندن دشمن که شما همه جوانی ظاهرتون نشون بده، اینه که رنگ سیاه بکنید. و همچنین در ادامه این روایت، گرچه برخی از اهل علم این رو خاص دونستن، میگه که خوشایند هست برای همسرانتونم، لذا رنگ سیاه جایز هست و حرام نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، همین سوال بعدی که ما داشتیم اینه که ما در چی جای مثلا ما بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و در چی جای ما تنها بسم الله بگیم؟ همین تنها بسم الله بگیم یا بسم الله الرحمن الرحیم بگیم؟ در این باره انشالله اگه برم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم وقت اون سوره هایی که اولش بسم الله الرحمن الرحیم هست، باید بسم الله الرحمن الرحیم بگی. قبل از سوره فاتحه نزد جمهور فقها بسم الله الرحمن الرحیم آیی از سوره فاتحه است، لذا گفتنش رکنه. اگه کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو نگه در نزد شوافع و رأی از امام احمد بن حنبل و رأی از امام مالک این هست که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو نگه نمازش باطله. اما در نزد امام ابو حنیفه این آیه ای هست که جزء سوره فاتحه نمیدونن، لذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم رو اگه کسی نگفت نمازشو باطل نمیدونن، ولی توصیه میشه به گفتنش حتی نزد امام ابو حنیفه.
عرض کردم در قرآن کریم هر جا که بسم الله الرحمن الرحیم اومده باید بگید، و اما در بقیه مواردی هر جایی که به شما گفته بسم الله بگو، وقتی که داری ذبح میکنی بگو بسم الله فقط، وقتی که داری غذا میخوری بگو بسم الله فقط، زیرا فرموده سم الله، نگفته که بگو بسم الله الرحمن الرحیم. لذا این مواردی که وارد شدن مسجد میگی بسم الله و بقیه دعای ورود مسجد رو، در این موارد بسم الله وارد هست. وقتی که میخواید قبل از اینکه وارد دستشویی بشی بسم الله میگی، بعد میگی اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقتی که هم بستر با همسرت میشی بسم الله میگی، دیگه کامل نمیگی، فقط بسم الله میگید و شروع میکنید. بیننده عزیزی گفتند که سلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد گرامی، سوالی داشتم. اول اینکه روز قیامت از چه چیزی انسان زیاد میترسد؟ دوم اینکه در خانه ما خانواده زیاد به سریال های ترکی و هندی و غیره که کلن فحشا و منکر علاقه دارند، و من همه ایشان را نهی میکنم که این سریال ها غیر از اینکه دل رو سیاه کنه و ایمان شما رو ضعیف میکنه چیزی دیگری نیست. میگن تو فوتبال میبینی دل تو سیاه نمیشه، ایمان تو ضعیف نمیشه، ما که سریال ببینیم دل ما سیاه میشه و ایمان ما ضعیف میشه. اما در مورد اینکه در قیامت از چه چیزی میترسیم، اولین ترسی که وجود داره رویارو شدن با حساب و کتاب هست، و پیامبر فرمود هر کسی که محاسبه بشود عذاب میبیند. یعنی خود حساب کردن، خود این که روبرو بشی و ریز و درشت اعمالی که انجام دادی در اونجا هست. سپس اول حساب میزان و میزان اعمال انسانه، بعد اون مراحل دیگه است. ولی در این مرحله هست که معلوم میشه آیا کتاب تو دست چپت میدن یا دست راست. و اما در مورد این که نگاه کردن به سریال های ترکی و هندی و غیره، ببینید هر فیلم و سریالی که درش ابتذال وجود داره، درش عادی کردن روابط نامشروع زن و مرد هست، این عاشق اون میشه، اون عاشق این میشه، اینها با هم دیگه رابطه دارن و این باعث میشه که خیلی عادی میشه براشون. و امروز خیلی از خانواده ها گرفتار این موضوع ان که میبینی رابطه های خارج ازدواج بسیار فراوان شده و در خیلی عادی شده. همین فیلم و سریال ها این موضوع رو عادی میکنن، دروغ گفتن رو عادی میکنن، خیانت رو عادی میکنن و بی‌حجابی رو عادی میکنن، برهنگی رو عادی میکنن، دیدن مشاهد جنسی صریحی که وجود داره درش رو عادی میکنن برای مردم. قطعا آثار بسیار بسیار زیانباری داره، هم برای ایمانتون، هم برای اخلاقتون، هم برای روابط خانوادگی که وجود داره. همه اینها رو بسیار ماهرانه جا میندازن که شما میل پیدا میکنید به این که شما هم چنین چیزهایی رو داشته باشید. مخصوصا کسانی که واضع دینی وجود نداره که جلوشون رو بگیره، مانع دینی وجود نداره، آگاهی و تقوای قوی وجود نداره، راحت روان میشن دنبال همین مسائلی که هست. این یکی از آثار بسیار بدش هست که شما در خانواده ها این رو میبینید و خیلی بیبندوباری رو در جامعه ایجاد میکنه. به اضافه این تضییع وقتی که ازتون میگذره. شما چه چیز رو فرض کنید شما سالها به دنبال این بودید، لطفاً با واتساپ تماس نگیرید. کسانی که سالها دنبال این مسائل بودن چه چیزی رو یاد گرفتید؟ چند تا فیلم و سریال دیدید که تا به امروز 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا 200 تا 1000 تا نتیجهش چی شده است؟ اگر این ساعت و این اوقات 1000 تا سریال دیدید از عمرتون که شروع کردید، 100 تا دیدید، بنده بگم 100 تا فیلم و سریال دیدید، این 100 تا فیلم و سریال چه چیز رو به زندگی شما اضافه کرده؟
کدوم چیز رو تجربه کردید، کدوم علم رو آموختید، کدوم درس خوب رو برای زندگیتون گرفتید؟ هیچ. وقتی که دختران و پسران جوانتون جلوی این فیلم ها میشینن، فیلم هایی که عاشقانه هست و روابط پنهانی و خیلی از این چیزهایی که وجود داره، اونا میل میکنن که همین رو تجربه کنن، آرزو میکنن چنین رابطه‌ای داشته باشن. مثل همون شخصیت هنرپیشه قهرمان این فیلم بخوان عاشق بشن، در حالی که اون چیزی که اونجا میبینید هیچ کدوم واقعیت نداره. به خاطر همین زندگی تعداد فراوانی از هنرپیشه ها زندگی ناموفقی دارن، طلاق های بسیار مکرر، ازدواج های مکرری که وجود داره بینشون. و گذشته از اینم، شما فکر میکنید مخصوصا این که آقایانی که نگاه میکنن در این فیلم و سریال زنان زیبایی رو میبینن و انتظار دارن از زنشون هم مثل اون باشه و باعث اختلاف درون خانواده هم میشه چون انتظارشون اونه، اینا هیچ کدوم واقعیت نداره، نه اون زیبایی حقیقی و واقعیه، نه اون روابط حقیقی و واقعیه، بلکه هدفمند بدون با کسی که این فیلم و سریال رو درست میکنه دو تا هدف داره: خراب کردن و تخریب اخلاق شما، دین شما، خانواده شما، روابط اجتماعی شما، و از طرف دیگه پول به دست آوردن. این تجارته. اونایی که دارن بازی میکنن پول میگیرن، اونایی که دارن میسازن پول میگیرن، و همه کسانی که اینجا هستن به دنبال پولن و کال تبدیل شده به یک کالایی برای به دست آوردن پول و گرفتن پول مردم. و لذا نگاه کردن به هر فیلم و سریالی که سبب ویرانی اخلاق شما، خانواده شما، ایمان شما، تقوای شما میشود، حرام نگاه کردنش. ولی اگر فیلم و سریالی بود که به شما چیز رو یاد داد، تاریخی رو به شما بازگو کرد که لازم هست بدونید، به شما آداب اجتماعی رو آموخت، به شما علم و فرهنگ رو یاد داد، یا دین رو به شما آموزش داد، یا ادب و هنر متینی رو به شما یاد داد، نگاه کردنشون جایز، به شرطی که دور باشه از اون مضراتی که عرض کردم. بیننده عزیزی گفتن سلام علیک خدمت استاد گرامی، من به خاطر دو فرزندم که تولدشون در رمضان بوده نتوانستم روزه را بگیرم، یادم نیست که چند روز رو نگرفتم، الان باید چی کار کنم؟ اگر روزه بگیرم باید چند روز رو بگیرم؟ ممنون میشم. شما باید بدونید چند روز رو روزه نگرفتید، یا اگر نمیدون، اولا حتما یادتون هست که اگر بچهتون تو رمضان متولد شده، خب بعدش از لحظه تولد به بعد رو حتما نگرفتید. حالا اگه اول رمضان تولد شده، یعنی هیچ کدوم از روزهای اون رمضان رو نگرفتید. اگر هر وقتی از رمضان تولد شده باشه، بعدش دیگه شما در نفاس هستید، نه روزه میگیرید نه نماز میخونید، پس بعدش رو نگرفتید. حالا برمیگرده به قبل از تولدشون، آیا قبل از تولد بچه هاتون شما روزه میگرفتید تا زمان تولدشون، یا چند روز قبلش رو هم نمیتونستید بگیرید؟ اینگونه خودتون محاسبه کنید، ببینید چند روز روزه نگرفتید و اون روزها رو قضا کنید. استاد جان سلام علیکم، خداوند نگهبانتون باشه. یک سوال داشتم، امین یک کس در ماه مبارک رمضان یک سه روز روزه را نتانیز گرفته قصدار بود، باز همی ششک که گرفت باز به نیت از همی گرفت که من سه روز قصدار بودم در ماه مبارک رمضان و دمی ششک هم میگیرم دمو مجرا شوه، به می نیت گرفته بود. آیا امکان داره یا قصدار است که باید همی سه روز دیگه روزه رو باید بگیر از ماه مبارک رمضان؟ اگر شما روزه اون شش روز شوال رو به نیت
قضای رمضانتون گرفتید درسته، سه روزش به جای قضای رمضانتون هست و سه روز دیگه هم سنت براتون حساب میشه اگر به نیت قضای رمضان گرفتید. ولی اگر به نیت شش روز شوال گرفتید، سنت شوال گرفتید، پس دیگه سنت شوال هست، به جای رمضان قبول نیست، باید سه روز روز رمضان رو که نگرفتی رو قضا کنید. بیننده عزیز کنه سلام، خسته نباشید. ببخشید میخواستم بدونم که اگر عروس راضی نباشد که با فامیل شوهرش زندگی کند، اسلام این اجازه را نمیدهد که جدا زندگی کند. اما جدا زندگی کردن این برمیگردد به مصلحت شما. اسلام هر چیزی رو که سبب ضایع شدن حق کسی بشود رو منع میکند. این یک مسئله. پس اولا نگاه کنید، پدر و مادر حقی دارن بر فرزندشون، زن هم حقی دارد، شوهرش هم حقی دارد، همین ها حقوقی دارن بر هم دیگر. حق همه رو رعایت کنید، اون وقت هر طوری که دوست دارید زندگی کنید. اسلام نگفته که دو زن یعنی عروس نباید جدا شود یا پسر نباید جدا شود از پدر و مادرش، یعنی از لحاظ مکان زندگیشون، از لحاظ اینکه تو خونه دیگری زندگی کنن، پدر و مادرم تو خونه دیگری زندگی کنند. اسلام این رو نگفته، منع نکرده، ولی چند چیز رو اساسی دانسته. یکی حفظ حق والدین، دومن حفظ مودت و رحمتی که بین شما و شوهرتون هست. یکی از اهداف مهم زندگی مشترک زن و شوهر این هست که بینشون مهربانی و احترام و قدر وجود داشته باشه. اگر زنی به شوهرش بی حرمتی کند، بنیاد اون زندگی خراب است، و اگر مردی محبتی به زنش نکند، بنیاد اون زندگی هم خراب. زنان نیاز به محبت دارن، مردان نیاز به حرمت و احترام دارن. اگه این دوتا رو رعایت کنید، زندگیتون هر جای زندگی کنید به اضافه حق پدر و مادرتون. این یک مطلبه. این پیام روی خانمی، چون خانمی فرستاده این سوال رو، این جواب رو بخواد. هیچگاه خودت رو در بین شوهرت و خانوادهش قرار نده. فکر نکن تو میتونی یه حاجزی باشی بین خودت و شوهرت و شوهرت رو به سمت و سوی ببری که خودت میخوای. هر میزان که اونها ایشون رو از آرزوهاش، از تعلقات قلبیش دور کنی، به همون میزان محبتش، محبت تو از دلش میره. لذا اگر زن و شوهر نسبت به همدیگر محبت و احترام داشته باشن، هیچ وقت کاری نمی کنن که طرف دیگر رو دچار مشکل کنن یا آزار برسونن. شوهر شما خانوادهش رو دوست داره. هر مقداری که تو خودت رو دشمن خانوادهش معرفی کنی، خودت رو چنان بشناسونی که از زندگی با اونها بدت میاد، از دیدنشون بدت میاد، از اینکه دخالت میکنن فلانه، از وقتی این کارو میکنی، به هر میزان این موضوع تکرار بشه در زندگیتون، پایه های زندگیتون سست خواهد شد. اگر هم ادامه بدید فقط به خاطر مصالح مختلف دیگری است، یا به خاطر بچه ها ادامه میدید، یا به خاطر آبرو ادامه میدید، یا به خاطر اینکه طلاق عیبه ادامه میدید، ولی دیگه زندگی نخواهد بود. احترام گذاشتن به همدیگه اینه که به خانواده های همدیگه احترام بذارید. زن باید به خانواده شوهرش احترام بذاره، مرد هم باید به خانواده زنش احترام بذاره. اگه این موارد رو رعایت کردید، محبتتون پردوامتر خواهد شد. شما میتونید شوهرت دوست داره مثلا هفته یه بار سر بزنه به پدر و مادرش، اگه دخالت کردی، اگه گفتی این کارو نکن و اگه تشویقش نکردی، شک نکن با هر بار دخالت و مخالفتت پلی از محبتت کم خواهد شد، و همچنین در مورد مسائل دیگر. اما اگه چیزی غیر قانونی، غیر عرفی هست، غیر خارج از حد و حدود هست، بسیار آثار بد داره، بشینید با هم دیگه حرف بزنید دربارش. ولی اینکه جدا باشید از پدر و مادرتون، نه، هیچ اشکالی نداره. بعضی از مواقع هم اتفاقا خیلی بهتره، باعث میشه که
پسر روی پای خودش بیسته، نه اینکه متکی باشه به خانوادهش، باعث میشه که رشد بیشتری داشته باشه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ آرامش خانواده ها که دیگه دخالت کمتر میشه. ولی این رو باید خودتون موازنه کنید، ببینید که چیکار باید بکنید در مورد زندگیتون. بیننده عزیزی میگه سلام به شما، برنامه خوبتان. اگر کسی دو زن داشته باشد، از یکی آن بنابر درایی تا یکی دیگر تا یکی مدتی دور باشد، از نگاه شرع جایز است یا نه؟ خب نامش رو میگه نامم رو نگیرید، نام رو نشر نکنید. ما نام شما رو نداریم تا نشر کنیم، و یعنی دوری آن قصدی نباشد از مجبوریت. ببینید، ظلم کردن و تفاوت گذاشتن بین همسرات جایز نیست، حرامه. باید حتما عدالت بینشون باشه، مخصوصا در این که پیششون باشی. اگر یک روز پیش این یکی هستی، بر تو واجب روزی دیگه پیش اون یکی باشی، یا هر طور تقسیم میکنید. اگر یک ماه اینجا هستی، یک ماه اونجا، هفته اینجا هستی، هفته اونجا باش. ولی اگه شرایطی پیش اومد همونطوری که گفتید، این شرایط خارج از خواست شما بود، ناچار بودید این کارو بکنید، اون وقته که با خانوادت، با همسر دیگه حرف میزنید، به توافق میرسید و راه حل براش پیدا میکنید. جایزه که ازش دور باشی، به شرطی که خودش راضی باشه، و باید هم تلاش کنی از اینکه این مشکل رو حل کنی، نه اینکه بگی خب این مشکل من، کارم اینجاست و نمیتونم. کارت اینجاست، اون یکی رو هم بیار اینجا. یعنی باید شرایط رو فراهم کنی که بتونی به هر دو همسرت به طور مساوی بهشون برسی. این بر شما واجبه که این کارو بکنید، نه اینکه بگی خب من حالا محل کارم فلانه، اون یکی رو نمیتونم بیارم. باید شرایط فراهم کنی. شما رفتی دو تا همسر گرفتی، در نتیجه باید شرایطش هم فراهم کنی، زیرا که فراهم این شرایط جزئی از عدالت هست. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در مورد زکات میخواستم سوال کنم. برادر خورده با همراهی مادر زندگی دارد، برادران بزرگ میتوانند زکات را برای او بدهند؟ اما سوال این بیننده عزیز، اون برادر خوردی که هست، اگر در سنی هست که باید سرپرستی بشه، یعنی خودش به سنی نرسیده که بتونه کار کنه، زندگی کنه، اون وقت کفالت اون برادر به عهده برادران بزرگتر هست، همچنین نفقه مادر. جایز نیست که شما زکاتتون رو به اون برادرتون بدید یا به مادرتون بدید. زکات به پدر و به مادر و به برادران و خواهران صغیری که نفقهشون بر عهده شماست نمیرسه. این چه معنی داره؟ این معنیش اینه که بر شما واجبه که از پول خودتون، نه از پول زکات، چه زیرا که زکات مال شما نیست. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خداوند فرمود حق معلومی هست که این حق معلوم مال فقیر و محروم هست. این حق معلوم اونهاست، نفرموده که پول شماست. این حق معلوم رو مال دیگران هست. شما بر عهدتون و بر سر برگردنتون واجبه که نفقه برادر صغیرتون و مادرتون رو از مال خالص خودتون بدید و زکاتتون رو بدید به فقرا. اما اگه برادرتون خودش زندگی داره و خلاصه زندگی داره میکنه، کار داره، درآمد داره، ازدواج کرده، به هر حال درآمدی برای خودش داره و بزرگه، به سنی رسیده که درآمد داشته باشه، اون وقته که دیگه نفقه ایشون به عهده شما نیست. اگه فقیر بود میتونید زکاتتون رو به ایشون بدید، ولی زکات رو به مادرتون ندید. اما اینکه مادرتون تو خونه ایشونه، این زکات رو که میدید به این عنوان ندید که بله ما داریم به تو زکات میدیم که خرج مادرمون بکنی. اگه به این عنوان میدید، نه خیر، جایز نیست. اما اگر
زکات رو به ایشون میدید، این حق خالص خودشه مثل بقیه فقرای دیگه، هیچ منتی هم نداره. هر کسی به خاطر زکات منت بذاره بر دیگران، زکاتش بی اجر و باطله. خدا هم فرمود ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، صدقاتون رو باطل نکنید با منت گذاشتن و اذیت کردن. پس صدقه اگه زکات میدید به برادرتون و برادرتون هم در زندگی خودش رو داره و درآمد داره ولی فقیره، این جداست از موضوع دیگه، جداست از این که شما به مادرتون کمک کنید. از اموال خالصتون به مادرتون بدید، به برادرتون هم بدید، بگید این خرج مادرمون بکنید. ولی زکات رو به برادرتون میتونید بدید که هر طور که خودش دوست داره خرج کنه. اگر اون وقت برادرتون از اون اموال زکاتی که شما دادید خرج مادرتون هم کرد، اشکالی نداره. زیرا دیگه بعد از این که پول رو به برادرتون دادید، ملک خالص خودش هست، پول خودش هست، دیگه اسمش این نیست که شما دادید. والله تعالی اعلم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم، تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.